مد نظر ما هست و حاکمیت جامعه مدنی و ربانی. به گونه ای که اگر مروری داشته باشیم با آنچه که حاکمیت جامعه مدنی از اون برخوردار هست، یکایک نان پروفیت اورگانایزیشن و کنیسه و غیره از نظر آموزشی و تدریس و مدارسی که ایجاد کردن عمل کرده آنها به حساب میاد، نه از نظر کنیسه زدن. ولی که من میتونم دکونی رو بگیرم که پارکینگ داشته باشه نداشته باشه، حالا پشتش پارکینگ داشته باشه، یک کنیسه برای خودم زده باشم، روشنشنیام که برام میتونم بیام افرادی رو جمع بکنم و برای یک سالم بیام و خرید، یعنی بیام و یکایی که اعانه رو جمع آوری بکنم برای اینکه بتونه کمک رسانی باشه و امداد رسانی باشه و کمک رسانی باشه و همراهی باشه به یکایی که جوامعی که از آن پشتیبانی میکنه. ولی از طرف دیگه تا چه اندازه وقتی که ما هر 500 متر هر 1 کیلومتر یک کنیسا داریم و رو همدیگه کنیسا زده میشه، این تا چه اندازه مثمر ثمر میتونه بشه، تا چه اندازه جامعه مدنی به پیش بره. افرادی از عزیزک میگن چرا که نه، هر چقدر کنیسا بیشتر باشه افراد بیشتر شدن. ولی اینطور که ما دقت کرده باشیم میبینیم که 10 تا کنیسا رو در کنیسا قرار بدیم، یک مینیان کنیسا میشن، ولی مینیان افرادی که باید صبح بیان بخونه. اگر یک کنیسا باشه مثلا شووا که در پیکو رابرتسون هست، در اونجا 4 تا 5 تا 6 تا مینیان ممکنه داشته باشه، پشت هر 20 دقیقه هر نیم ساعت یک مینیان دیگه داشته باشه. یعنی نیاز دیگه در دوران پست مدرنیسم، در دوران پست پندمیک نیاز به کنیساها نیست، که مگر اینکه به دنبال رویل استیت باشه، به دنبال این کنیساهای بزرگ و این نیستیم که سالانه چندین میلیون دلار مورتگیج بپردازن که از 5-12 میلیون دلار خریدن شده، نمیدونم 50 میلیون دلار، بلکه مردم احساسی رو دارن و عاطفی رو دارن و اینه که تا چند دسته با اون ربای حتی دیجیتال هنیز باشه. مثلا ساینای تمپل اومده چکار کرده در رهروی پست و پندمیک، اومده چکار کرده 300 هزار دلار یک از خانواده ها آمدن دادن و دارن ربای ربینسون رو رفون رو از همه جهت دارن فیلم دادرش رو میکنن، مثل یک شومن برنامه خودشون رو دارن اجرا میکنن. حالا 4 نفر نشسته بود اونجا، 10 نفر نشسته بود، مینیان باشن یا نباشن، ولی این داره پخش میشه. و در دوران پندمیک مردم ترجیح میدادن که به این گونه بیان و از آنچه که در مشامه فرهنگی هست برای اینکه نمیتونستن بیان از اون بهره مند